قسمت ششم سریال دوان پخش شد و همونطوری هم که متوجه شدید به نظر میرسه که هدفی که دارن اینه که بیان و دو مرتبه اون مسیر اصلی داستانی که توی دنیا واکیندد بود و ادامه بدن شاید با ساخت فصل دوازدهم یا اینکه بیان با یه عنوان جدیدتر این مسئله رو جلو ببرن ولی هر چیزی که هستش داره کاملا به اون نشون میده برگشت ریک توی مسیر ماجرا یعنی اینکه قرار دو مرتبه اونو کنار گروه بزرگش ببینیم و وارد جویی بزرگ بشن شاید این آخری جویی باشه که به سمتش حرکت میکنن یا توی مسیریه که به زندگی خودشون ادامه بدن و این بار واقعا زندگی بکنن شاید بتونن به یه واکسنی برسن و بتونن به مسیر زندگی خودشون ادامه بدم و در مورد تمام نکات مهمی که اینجا وجود داشت اون تغییرات آرک شخصیتی که برای ریک در نظر گرفته بودن هم حتما با هم دیگه صحبت میکنیم درود به همگی من شاهینم از اینم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم توی روند اتفاقاتی که داره این قسمت بهمون نشون میده کاملا دارید متوجه میشید یه سری فلش به گذشته میزنه یه سری اتفاقات قدیمی رو میادش دو مرتبه اینجا تکرارشون میکنه مثل اون تسلیم شدنی که ریک داره جلوی دروازه میادش شاید به اون ماجرایی که فرار کرده شد دو مرتبه هم تسلیم شد و گروه اومدن گرفتنش و داره تکرار میکنه اتفاقاتی که توی گذشته افتاده این تکرار و تکرار کردن اتفاقات گذشته یه هدف خیلی بزرگ داره و اونم اینه که بیادشون آرکی شخصیتی ریک اینجا کاملش کنه شما دارید متوجه میشید ریکی که باش رو رویم کاراکتری بودش که همیشه توی ذهن خودش دو تا عقیده خیلی مهمی ما داشت یکی همون ایده ای بود که به سمت کاری که پدرش توی دوران بچگیش انجام داده بود حرکت میکردش که داریم میونیم توی گوشه گوشه اتفاقاتی که این فصل اومدن این موضوع رو بهمون نشون دادن و دومین ایده ای که همیشه توی ذهن خودش داشت این بود که ما همهمون مردههای متحرکیم و هدف اصلیش زنده موندن بود نه زندگی کردن و این تغییراتیه که اینجا داره کامل میکنه و میاد به نشون میده ریکه که دیدیم عوض شده جایی که میشون میره و وارد اتاق جیدیس میشه یه نکته خیلی جالبی وجود داره و اونم دیدن تابلوی یکی از گابریل کشیده حالا در مورد اتاق جیدیس بیشتر با هم دیگه جلوتر صحبت میکنیم بعد از این روند اتفاقات جایی که داریم جنرال و, ریک و که با هم دیگه صحبت میکنن اون برمیگرده به ریک میگه که ما همون مرده های متحرکیم این کاملا برمیگرده به اون حرفی که همیشه خود ریک میزد بارها این موضوع رو تکرار کرده بود اینکه فقط اونا تلاش میکنن برای زنده موندن نه زندگی کردن این مسیری بودش که توی تمام فصلهای مختلفی که این سریال داشت و جلو اومدش دیدیم که ای داشت تکرار و تکرار میشد اینکه بقیه رو از بین ببرن تا بتونن فقط زنده بمونن و خب هیچ لذتی از اون زندگی که داشتن نمیتونستن ببرن به خاطر اینکه هر بار با یه گروه جدید درگیر میشدن این ایده ای که ریک داشت بعد از آشنایی که با میشون پیدا میکنه هر چقدر که فصل های مختلف میگذره هر چقدر که اون بیشتر عاشق میشون میشه میاد و این ایده توی ذهنش تغییر میکنه نسبت بهش مقداری کوتاه میاد و مثل همیشه نیستش که بخواد سمت اون جپه بگیره و اینطوریه که اون تغییره داشته یواش یواش شکل میگرفته اینطوری نمودش که فقط تو این اسمیناف یه دفعه این تغییر رو بهمون نشون بدن کلا ذهنیتی که ریک داشت با ذهنیتی که بقیه اعضای گروه داشتن متفاوت بود ما این دیالوگو قبلا هم شنیده بودیم اینجا داره یه نکته خیلی جالب و جذابی رو بهمون نشون میده اینکه اگه مسیری که ریک داشت میرفت با اون ایده قدیمی که توی ذهنش داشت دقیقا به جایی میرسید که الان جنرال اونجا وایستاده یعنی جنرال رو میشه یه طور آینده ریک دید آینده اون اعتقادی که توی زنش بود اصلا یکی دلایلی که داریم یعنی جنرال میادش رو ریکو انتخاب میکنه به خاطر همینه چون میدونه توی چشماش دید توی رفتارش دید و متوجه شد که ریک دقیقا یک نفری شبیه به خودشی یه نفری که حاضره همه چیز رو فدا بکنه همه رو از این ببره تا اون گروهی که داره زنده بمونن این اعتقادی بودش که قدیم ریک توی زن خودش داشت و میبینیم که میاد از این جمله هم جنرال اینجا استفاده میکنه شمشیری که میکشه میتونه بیادش و زندگی هم ببخشه این کاملا برمیگرده و اون کتابی که اومدش رو تو اون قسمت های ابتدایی به ریک دادش اون کتابی که قبلا هم در موردش با هم دیگه صحبت کرده بودیم اونجا میاد در مورد یه ایده خیلی بزرگی صحبت میکرد و اون ایده بزرگ این بودش که با همین شمشیری که میتونه بقیه رو بکشه اگه بیای و بری یه نفر رو بکشی که رأس تمام این کارا هم هستش با کشتن اون بتونی بقیه رو نجاتشون بدی این شمشیری که میکشه تبدیل میشه به شمشیری که بقیه نجات میده و زندگی میبخشه این کاملا برمیگشت به اون ایده ای که توی سریال هم جریان داشت اون یه نفری که قرار کشته بشه تا زندگی برای بقیه ادامه پیدا بکنه دقیقا همین جنرالیه که اینجا دیده میشه و قبلا هم در موردش ما هم حرف زده بودیم حالا شما دارید کاملا متوجه میشید که ژنرال چرا از ریک میترسید چرا میترسید که یه وقتی با اون درگیری بشه چون ریکی که داشت میدید دقیقا یه آینه ای گذشته زندگی خوده ژنرال داشت بهش نشون میداد کاملا مشخص بودش که با دیدن ریک میتونه یا یه نفر رو پیدا بکنه که تبدیل به رهبر بعدی خودش بکنه و توی مسیر خودش جلو ببرتش یا اینکه قرار با یه نفری رو, رو بشه که تبدیل به بدترین دشمنش میشه و اینجا داریم خیلی قشنگ میبینیم که این آرک شخصیتی که این دوتا تا کاراکتر داشتن و به خوبی میاد اینجا بهمون نشون میده درسته که در مورد ژنرال زیاد صحبت نمیکنه ولی چون ما دیده بودیم چون اون فلش رو نسبت به گذشته میزنه کاملا داره نشون میده جنرالی هم که داریم میونیم همچین کارهای بزرگی و کارهای بدی و توی زندگی خودش اومده بود و انجام داده بود به خاطر همینه که میتونه ریکو به عنوان جانشین خودش انتخاب کنه وقتی که با میشون وارد اتاق جیدیس میشیم همونطوری که بهتون گفتم میتونید اون پایین یه تابلوی ببینید که از گابریل کشیده شده ولی این طرف روی دیوارم میتونید یه تابلوی ببینید که از جنرال کشیده این کاملا داره بهمون نشون میده جیدیسی که داشتیم میدیدیم بین یه دوراهی گیر کرده بود بین اینکه بره به سمت خانواده زندگی عشق و اعضایی که اونجا دیده بود و کنار اونا زندگی بکنه یا یه جای وایسی که قدرت بیشتری رو بهش میده یعنی بین این دوتا انتخاب مونده بود که کدوم این گروه ها میتونه برنده بشه چون همیشه جایی حرکت میکرد که منفعت بیشتری براش داشته باشه و این دوگانگی و این درگیری ذهنی بزرگی که جدی داشته رو اینجا داریم کاملا میبینیمش وقتی که میشون میادش و اون دست نوشته های جدی رو پیدا میکنه مطمئنا یه سال تو ذهنتونه و اونم اینه که اصلا تو این کاغذ چیا رو نوشته بود اگه بخوام خلاصه بهتون بگم نخوایم خیلی باز بکنیم و تمام متن رو جلو بریم هر چیزی که جدی دیده بود و اینجا نوشته یعنی از زمانی که وارد سریال شده بود هر چیزی که دیده بود هر کاری که انجام داده بود و اینجا نوشته نجات دادن ریک گرفته تا همکاری کردن با نگان و از طرف دیگه لوکیشنی که اصلا اون منطقه امنی که ریکینا داشتن این همکاری که با گروه های دیگه اومده بودن انجام داده بودن و هر مر و کامل اینجا نوشته بودش تا بتونه کل اطلاعات اونجا لو بده وقتی که ژنرال به ریک میگه بدترین کاری که توی زندگی دا انجام دادی تا بتونی کسی رو زنده نگهداری چی بوده داری میبینیم که وارد دسته ای از فلشبک های مختلفی از زندگی ریک میشیم کارایی که مجبور بوده انجام بده تا هم خودی زنده بمونه هم بقیه اعضایی که همراهش بودن اولین اتفاقی که توی زندگی ریک میفته که باعث میشه تو این مسیر حرکت بکنه کشتن رفیق صمیمی خودش بود شنگسی کسی بودش که خیلی دردسرهای زیادی رو توی زندگی ریک به وجود آورد خیلی اونو تحقیرش میکرد با زنش رابطه داشت بهش میگفت تو نمیتونی یه رهبر خوب باشی و همه این روند اتفاقاتی که ما اونجا داشتیم در آخر باعث این میشه که استارت مسیر برای ریک شک بخوره این که میبینیم شینو میکشه و توی مسیری قرار میگیره که بعد از اون اجازه نمیده کسی به اون بگه که تو نمیتونی یه رهبر خوب باشی تو نمیتونی بقیه رو زنده نگهداری داری و اینطوریه که وارد مسیری از اتفاقات میشیم که دست به دست هم دیگه ریکو به اینجا میرسونه حالا تو اون شاتایی که داره میبینیم یه صحنه میبینیم که توماس رو میخواد بکشه جایی که فصل دوم به نشون میده شات بعدی جایی که اعضای اون گروه آدم رو داره به نشون میده که به فصل پنجم اشاره میکنه و اون لحظه احساسی بزرگی که ریک میره و گردن یه نفر رو گاز میگیره تا بقیه رو نجات بده برمیگرده به اتفاقاتی که ما توی فصل چهارم دیدیم روند اتفاقات اینطوری بودش که بعد از اون درگیری که حالا با فرماندار داشتن اتفاقاتی که برای بس پیش اومد اون جدایی که بین اعضا میفته کاراکتر دریلی که داریم میبینیم میره و عضویه که گروهی میشه که همینطوری برای خودشون میچرخیدن اونجا این گروهی که باشون روبرو میشه کسایی که میخوان ریکو بکشن و توی این مسیرم با ریکو میشون و کارل روبرو میشن و اونجا جایی که ریک مجبور میشه این کارو انجام بده تا بقیه زنده بمونه تمام این شاتایی که میاد اینجا نشون میده دقیقا لحظایی که ریک تلاش کرده هم خود زنده بمونه هم اعضای گروهش اینطوری بوده که داره نشون میده توی روند اتفاقاتی که داشته زندگی که اون تا الان جلو اومده با دردسرهای بزرگ آدم های شخصیت های خطرناک زیادی روبرو شده و تجربه خیلی زیادی داره و خب یکی از اون لحظایی که توی کل مسیر داستانی خیلی جذاب بود این لحظه است جایی که دارید میبینید میشون وسط سالان یه عروسه که خرگوش رو این اتفاقاتیه که برمیگرده به فصل هشتم و خب اون عروسکی که کنار گریسی دیدیم نجات اون بچه دست ناجیه و اون روند اتفاقاتی که اونجا پیش اومد این که داریم میبینیم وقتی که یه بچه رو اونجا داشتن یه عروسک اومدن بهش دادن این برمیگرده به همون اتفاقاتی که اینجا برای بچه ها داره پیش میاد جمع کردن یه سری اصاب بازی برای دادن به اون بچه هایی که باقی موندن تا بتونن اونا رو کنار خودشون زنده نگه دارن داره یه اشاره به اتفاقات گذشته نزاله گذشته عبادش کچکتر بود اینجا گروه قوی تر داره تو بزرگتر این اتفاق پیش میاد تو فلش بک هایی که میشون گذشته داره دارید میبینید که میان به ما مجسمه گربه رو نشون میدن این کاملا اشاره میکنه به جیدیس و علاقه شدیدی که اون به گربه داشت و داریم میبینیم که دقیقا اومده اطلاعاتش هم توی همون گربه ای که روی میزش بود گذاشته توی شات بعدی داریم اتفاقات فصل 9 قسمت 14 رو میبینیم همون جایی که برای میشون یکی از لحظه های مهم زندگیشه مجبور برای نجات دادن جودی بیادش و بقیه بچه ها رو بکشه که قبلا هم در موردش ما هم حرف زده بودیم شات بعدی هم جایی که دارن کارلو دف میکنن و خب یکی از لحظه های مهم برای دوتا شخصیت ریکو میشون بوده کلا فلش هایی که میاد اینجا بهمون نشون میده میاد لحظه های مهم زندگی این دوتا شخصیت رو بمون یادآوری میکنه لحظایی که اتفاقات بد توش پیش اومده ولی قسمت های خوش هم داشته جایی بوده که خیلی با هم دیگه. حالا اصلا خاطرات خوب و مثبتی هم داشتن ولی داره نشون میده به خاطر اینکه ایده ذهنیشون به این سمت بوده که فقط زنده بمونن نه زندگی بکنن اون لحظه هایی که زندگی کردن یعنی اتفاقات خوب براشون پیش اومده و کنار خانوادهشون بودن خیلی کمتر بوده و داره کاملا نشون میده ریکو میشونه که اینجا داریم میبینیم قراره که اون تغییر عقیده ها رو داشته باشن و به سمت حرکت بکنن که از این به بعد زندگی بکنن مطمئنا یکی از بزرگی که ریک توی زندگیش میخوره از دست پسرش یعنی کارل نتونست کنار اون زیاد زندگی بکنه یعنی در کنار هم دیگه بودن تلاش میکردن زنده بمونن ولی هیچ وقت نتونستن زندگی بکنن یه زندگی نرمالی رو داشته باشن همیشه درگیر بودن و این حسرتیه که توی زن ریک مونده بود از وجدانیه که همیشه همراه ریک میمونه ولی خب اینجا داریم اینو با تغییر شخصیتی که پیدا میکنه درگیر شدن با جنرال از بین بردن اون کاملا داره به مسیر جدیدش حرکت میکنه اینجا دارید متوجه میشید ریک مقداری هم تغییر کرده ریکی که قبلا میشناختیم حسابی درگیر و نترس بود میزد تو دل اتفاقات اینجا هم داره دقیقا این اتفاق پیش میادش ولی تو نبردای تنبتنی که قبلا داشت با هر کسی درگی که درگیر میشد بدون اصطلاح احتمال اینکه در و داغون بشه و کتک بخوره خیلی زیاد بود ولی خب تو این سالهایی که توی سی بوده تمرینایی که اینجا انجام داده کاملا داره نشون میده که مبارزه تنبتن هم خیلی بهتر از قبل یاد گرفته و تو شرفه ای شده تو سکانسی که دارید میبینی ریک برای زنده موندن از یه نارنجک استفاده میکنه این برمیگرده به دو مرتبه به اتفاقات گذشته مثل اون اتفاقاتی که توی آزمایشگاه داشتیم که نارنجک استفاده کرد یا اونجا که میخواست فرار رو بکنه از سیار ام هم دو مرتبه نارنجک استفاده کرد و میخواست از اونجا بیرون بره این نارنجکی که داریم میبینیم و انفجار جز لحظه های مهم و لحظه هایی بودش که باعث شد ریک زنده بمونه و انفجار پل هم تقریبا یه همچین اتفاقی رو داشت بهمون نشون میداد جایی که میونی تورن میاد و ماسک خودش رو به ریک میده کاملا داره نشون میده که خودش هم متوجه شد که ایده ای که داشته مسیری که جلو میرفت ایده درستی نبوده به سمت مسیر اشتباهی داشته حرکت میکرده که اتفاق خیلی جالبی بود اینجا بهش توجه کرده بودن تا بیان حتی اون قسمت کوتاهی از شخصیتی که ترن داشت و تکمیلش بکنن اتفاقات پایانی که داریم میبینیم برگشت ریکومیشون سمت خونه و داره یه چند تا نکته رو نشون میده ولی کامل موضوع رو باز نمیکنه الان مسئولیت کامل سی آر ایم دست کی شد این گروهی که اونجا داره این کارا رو انجام میده میخواد تو چه مسیری حرکت بکنه این مقداری میتونستم بیان این موضوع رو بازتر بکنم حالا گروه سی که ما دیدیم مطمئنا خیلی بزرگ بود سربازای خیلی بیشتری هم اونجا داشتن زندگی میکردن آدمای خیلی بزرگی توی اون شهر رو بودن مثل اون اتفاقاتی که قبلا هم دیده بودیم و این خیلی بهتر میشد اگه میمدن موضوع رو بازتر میکردن توضیحات بیشتری رو بهمون میدادن ولی داریم اینو که خیلی راحت ازش میگذرن و کلی سوال این وسط میمونه برگشت ری کنار خانواده خودش هم خیلی جالبه به خاطر اینکه داریم هم اسلحه قدیمیش رو میبینیم هم کلاه قدیمیش کلاهی که روی سر تمام بچه بوده و اینجا داریم میبینیم که به آرجی رسیده تو این لحظه برگشت به سمت خونه به نظرم جالب میشد میمدن یه چند تا از اون شخصیت قدیمی هم حتی بهمون نشون میدادم. ما میدونیم که توی اتفاقاتی که سریال خود دریل در داشت اونجا متوجه شدید که کارول وقتی که داشت باهاش صحبت میکرد پشت ویسیم گفتش که یه نفر برگشته حالا صداش کامل واضح نبود ولی خب مشخص بود که میخورد مثلا کلمه ریکو بگم همونطور که حدس زدیم ریک هم برگشته خب اینطوری اگه باشه روند اتفاقاتی که داره بهمون نشون میده بهتر بود که حداقل کارول رو اینجا بهمون نشون میدادن و بعد از این بودش که به سمت مسیر بعدی خود حرکت میکرد همونطوری هم که میدونید قرار فصل دوم این سریال هم بیرون بیاد جایی که حالا کارول میره دنبال دریل تاونو تا برش گردونه پس داره نشون میده کارگردان داره تلاش میکنه تا تمام شخصیت هایی که الان تو اسپیناف های مختلف بیرون از داستان هستن یعنی دو مرتبه کنار هم دیگه جمعش بکنه یعنی ما قرار به سمت مسیر حرکت بکنیم که یا با فصل دوازدهم سریال واکیندد یا با یه سریال جدید با یه اسم جدید روبرو رو بشیم که دو مرتبه این کاراکتر رو کنار رو هم دیگه قرار میگیرن که دیگه شاید مثلا سریال جدیدی که میخواد بیرون بیادش همین دوانس و لو باشه و بیادش اون ایده واکینده رو تغییر بده و اینجا بیاد به سمت زندگی کردن حرکت بکنه احتمال این حرکت خیلی زیادم هستش حالا اینکه این گروه کنار دیگه قرار بگیرن جذاب دیدن ریک و نیگان کنار دیگه میتونه خیلی جذاب باشه در مجموع همونطوری که حدس میزدید ریک مرد البته بهتر بگیم اون ایده قدیمی که توی ذهن ریک بود کشته شد و داریم میبینیم به سمت مسیر جدیدی میخواد حرکت بکنه اینکه هدفش دیگه زندگی کردن بیشتر تا زنده موندن البته هرچند اگر قرار بشه گروهی به سمتشون حمله بکنه مطمئنا دوباره به اون گروه درگیر میشه و برای زنده موندن تلاش میکنه امیدوارم که شما دیدن ویدیو بررسی لذت برده باشی از ازت ممنونم که تا انتهای این سریال همراه من بودی حتما یاد باشی که لایک و ساب و فعالش بکنی این سریال تموم شد ولی خب سریال های دیگه به زودی شروع میشه و مطمئنا اگه ارزش بررسی کردن داشته باشی کنارتون هست اون سریال ها رو با هم دیگه بررسی میکنیم این ویدیو رو هم میذارم اینجا که درباره گودزیلا ایکس با هم دیگه صحبت کردیم و یه بررسی کامل انجام دادن با اون سوالای بی جوابی که ممکنه توی ذهنتون باشه اینجا بهشون یه جوابی هم دادیم در مجموع امیدوارم که دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید و دیگه حرفی هم نیمونه تا ویدیو بعدی بدرودتون